إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. خدمة عزيزان و بزرگواران سروران محترم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه مائده می باشد. آیه که الان تلاوت شد، قسمت ابتدایی اون، آیه سوم از آیات بینات این سوره مبارکه است. استنظار دارید در آیه پیشین به نوعی خداوند سبحان گفتگوی حرمت نهادن به احکام تشریعی و شریعت رو مطرح می فرمود. چگونه باید احترام گذارد به اون چه خداوند به عنوان حلال یا حرام بازگو می کند. مصادیقی مطرح شد، بازگو شد، اون نکاتی که حساسیت شریعت است به بیانی. در ادامه این موضوع در قسمت نخستین و پاره اول آیه شریفه، ذات باری تعالی باز هم اشاره به بعض از مسائل تشریعی و محرمات الهی می فرماید. فرمود حرمت علیکم المیتة و دم، حرام شده است بر شما میته و دم، مردار، خون، لحم الخنزیر، گوشت خوک و ما اهل لغیر الله به و آنی که صدا بر او بلند می گردد اما بدون نام خداوند. حالا من ترجمه سطحی می کنم و یکی یک توضیح خواهم داد انشاءالله و ادامه آیات و مواردی که بازگو می شود. فرمود حرمت. کلمه حرمت می دانید از همون اشتقاقاتی که واژه حرام رو اتخاذ می کنیم، کلمه ح ر میم در همه مواردی که استعمال می شود ممنوعیت رو می رساند. حرام یعنی ممنوع، حرمه به معنا منع. هر آنچه را که در شریعت حرام بازگو می کنیم و معرفی می کنیم یعنی اموری که اینها رو شارع ممنوعیتی برای آن قائل است. این ممنوعیت ممکنه بر اساس قاعده تشریعی و شریعت است، اما هنگامی که به دقت نگریسته شود این منع شرعی همان منع فطری است، همان منع عقلی است که شارع مقدس و دین به عنوان ممنوع و حرام مطرح می کند. فرمود حرمت علیکم، چه چیزی بر شما حرام شده است؟ المیت تو و دم، میته. کلمه میت و میته به معنای مردار است، به معنای مردار. البته ما در مورد آدمیان هنگامی که این کلمه رو به کار میبریم هم میتی داریم
و هم میتی داریم. کلمه میت هم گفته می شود، میت هم گفته می شود. در مورد انسان هنگامی که میت به کار برده می شه این واژه استفاده می شود، جایی است که یه انسانی ممکن است الان زنده باشد، هنوز جان نداده است، اما مسلم است که این آدمی در مسیر مرگ خواهد بود. به انسانی که ولو الان زنده است اما حکم مرگ مسلم در حق او جاری است، میت گفته می شود. مانند اون که خداوند به پیغمبر مکرم اسلام می فهمد انک میت و انهم میتون، یا رسول الله شما میتید و دیگران هم میت خواهند بود. پس میت به کسی گفته می شود که الان ولو زنده است اما قطعا به صف مردگان خواهد پیوست. اما میت در لغت به اون مردهی گفته می شود که الان مرده است، یعنی الان عیناً می بینید که جنازه بر زمین افتاده است، این رو میت میگن یا میته میگویند. در مورد حیوانات کلمه میته وقتی به کار برده می شود، هنگامی است که الموت حتف و انفن در خود لغت، یعنی مرگ به خودی خود، مرگی که به شکل طبیعی یه حیوانی جان می دهد و از بین می رود، این رو میته می گویند هنگامی که حیوان دچار چنین پدیده و حالتی خواهد شد. میته به معنای اون مردار به این شیوه که عرض کردم خدمت عزیزان. و دم، کلمه دم هم که روشن است به معنای خون، حرمت علیکم المیتت و دم. و لحم الخنزیر، لحم خنزیر، خود کلمه لحم به معنای گوشت است. گوشت رو که لحم میگویند، خود کلمه لحم به معنای پیوستگی و تلازم است. اجزاء پیوسته‌ای که در کنار هم قرار می‌گیرند، اینها رو لحمه، این فعل رو عرب به کار می‌برند. شاید همین اصطلاحی که به کار می‌برید و بحث لحیم و لحیم‌کاری هم که گفته میشه حاکی از همین است. به گوشت لحم گفته می‌شود چون اجزاء اون متصل و پیوسته با یکدیگرند. لذا این رو لحم میگن. لحم خنزیر به معنای گوشت خوک روشن، و لحم الخنزیر. و ما اهل لغیر الله، کلمه اهل از ماده احلال، از ماده هلال می آید. هنگامی که ماه بیرون میاد، هنگام بیرون آمدن ماه و به در آمدن ماه، اون صدایی که با رؤیت و دیدن ماه مشخص میشه، این رو استحلال میگن. فرمود و ما اهل لغیر الله، عرض کردم احلال هنگامی که ماه رو میبینید و هلال رو میبینید استحضار دارید، مستحب است در اسلام که هنگامی که ماه دیده میشود، ماه نخستین یعنی هلال ماه، دعایی و ذکری داریم در شریعت که این دعا خونده بشه. اینو میگن الدعاء عند رؤیت الهلال، یکی از دعاهای صحیفه نورانی سجادیه امام سجاد همین دعاست. دعا هنگامی که هلال ماه نو رو مشاهده میکنید و میبینید، هنگامی که صدای انسان بر میخیزد در نزد دیدن هلال، این رو استحلال میگن. هنگامی که یه نوزادی تازه به سخن میاد، شیرین زبانی میکند، یه قدری صحبت میکند در دامن پدر و مادر، این رو میگن استحل و سبی، این رو احلال و استحلال میگن در لغت. و ما احل لغیر الله، صدای لبیک حاجیان که شنیده می شود احلال می گویند این رو. پس خود احلال یعنی ارتفاع و صوت، یعنی صدا برخواستن و صدا بلند شدن. و اون چه به غیر از نام خدا شنیده می شود و گفته می شود و حیوانی با اون کشته می شود. پس و ما احل لغیر الله یعنی چه؟ یعنی اون حیوانی که بدون نام خدا بلکه به نام دیگری، اون چه سنت جاهلی بود، به نام بت‌هاشون، با نام بت‌ها کشته می شود و این گوش رو می خوان استفاده کنن. و ما اهل لغیر الله به. ولمن خنقتو، اگر اجازه بفرمایید من همین الفاظ آیه رو، چون مقدار مشکل این آیه، الفاظ آیه رو عرض می کنم، بعد کلیاتش رو محضر مبارکتون تقدیم خواهم کرد. ولمن خنقتو، از مواردی که به عنوان حرمت
مطرح می شود استفاده اون، و این نوع گوشت در اسلام منخنقه. منخنقه از ماده خنقه می آید و خناق به معنای گلو. منخنقه اون کسی که بیخ گلوی اون گرفتند و خفه شده است. اون حیوانی که به خفگی مرده است، این رو منخنقه می گند. یه وقتی لقبی بوده است، بعضی ها داشتن که این مایل نبودن این لقب به کار برده بشه. در بین از روات کسی بود که این مثلا این عنوان خناق رو داشت. ائمه می‌فرمودن این کلمه رو نگید به فلانی، علی ابن حسن ابن محجوب. بعد این شهرتش خناق بود، حالا به چه دلیل در خانواده اینها این عنوان بود، از آن فهمیدن این کلمه رو نگید، چون این واژه خوبی نیست، ذهنیت منفی رو ایجاد می‌کند. پس خناق به معنای اون کسی که بیخ گلو می‌گیرد، منخنقه یعنی اون کسی که مثل این که گلوی اون گرفتند و خفه شده است، یعنی حیوانی که این به هر تقدیر از میان رفته است با خفگی. ول منخنقه. ول موقوزه. موقوزه از ماده وقزه می آید، یعنی از ضرب و شدیدن. موقوزه یعنی اون حیوانی که شدیدن مورد ضرب قرار گرفته است، اون موجود و حیوانی که جان می دهد، فرض کنید با زدن چوبی، با یه ضربه ای که می خورد به این شیوه جان می دهد، نه به شیوه متعارف شرعی مثلا یا سر رو جدا کردن. ول متردیه. متردی از ماده تردی به معنای سقوط، به معنای افتادن. اون حیوانی که از بلندی تصور کنید به زیر می افتد، از بالای صخره فرود می آید و با سقوط جان می دهد، این رو متردی می گن. اون حیوانی که به خفگی از بین می رود، گوشت اون در اسلام حرام است. حیوانی که با زدن چوب بر سر و کله او مثلا از بیان برود، حرام است. حیوانی که خودش سقوط آزاد می کند، گوشت اون غیر قابل استفاده است. و نتیحه. کلمه نتیحه از ماده نطح می آید، زدن به شاخ را نطح می گویند، یعنی دو تا حیوان رو رها کنند، اینها به هم شاخ بزنند و این اون دیگری رو از بین ببره. اون منطوحه میشه نتیحه، یعنی اونی که با شاخ زدن از بین رفت و از میان رفت، این رو نتیحه می گویند. فرمود و نتیحه، اون حیوانی که با شاخ زدن از میان رفته است. و ما اکل السبع، و اون حیوانی که یه درنده آمده است، بخشی از وجود این رو خورده است، این رو از بین برده است، مقداری از گوشت این باقی مونده است. آیا می شود این گوشت باقی مانده رو که خورده این شیر شده است، خورده این ببر شده است، بقیه اون رو انسان استفاده کند، این مشروعیت دارد؟ خیر. و ما اکل السبع الا ما زکیتم. یه الایی میاد که ناظر است به همه این موارد. میته بر شما حرام است. این منخنقه، این حیوانی که به خفگی جان داد، حرام است. موقوزه چوب خورده حرام است. سقوط آزاد حرام است. اونی که به شاخ زدن از بین می رود حرام است. اونی که در رنده گوشت این خورده است حرام است. حالا اگر در همه این موارد شما در بزنگاهی رسیدید که هنوز فرصت باقی است، این حیوان افتاده است اما هنوز جان دارد، این حیوان ضربه خورده است اما هنوز جان دارد، نمیشه گفت این مرده، این میته. اگر همونجا رسیدید، زکیتم، تونستید این حیوان رو زکات کنید، تزکیه کنید با دالزال، این رو تزکیه کنید، اشکالی ندارد. یعنی ولو این که میشه گفت به این حیوان چوب خورده، ولو میشه به این حیوان گفت شاخ خورده، که به شاخ خورده است و زمین افتاده است، در حال جان دادن است، اما شما به زمانی رسیدید که فرصت دارید که این رو تزکیه شرعی کنید، یعنی به شکل شرعی این حیوان رو از بین ببرید، این اشکالی ندارد. الا ما زکیتم، که خود کلمه زکیتم استعذار دارید، ما یه زکاتی داریم، تزکیه داریم با رزه، همان است که میگید قد افلح من تزکا. اون زکات با اون معنا و تزکیه با اون معنا همان است که رشد و تطهیر رو میرساند، اما با دالزال زکا به معنای اتمام است، به معنای تمام کردن. وقتی یه حیوان رو تمام میکنن کارش، میشه تزکیه. این با دالزال معناش خیلی فرق میکند، اصلا اون معنای قبلی رو ندارد. فرمود الا ما زکیتم. یه مورد دیگه هم خداوند سبحان مطرح میکند، و یه مورد دیگه که اون هم الحاق به همین میشه. من دو مورد رو هم باز از جهت لغت میگم، برمیگردم خدمت دوستان و کلی آیه رو بازگو میکنیم. و ما زبح علی النصب،
و اون حیواناتی که ذبح میشوند بر نصب، اینها هم حرامند، گوشت اینها رو نمیتوانید بخورید. اینها چیست؟ نصب جمع نصاب، از ماده نصب قرار دادن بر بلندی، این کلمه رو گفته میشه. از سنت های جاهلیت این بود که مخصوصا پیرامون کعبه، اطراف کعبه و در مکانهایی که به گمان خودشون یه حرمت ویژه‌ای و قداست خاصی داشت، سنگهایی رو نصب می‌کردن که شبه بت بود، یعنی یه سنگهای مقدسی بود برای همین مقصود، که اینها همون حالت بت رو داشتن، قداست رو داشتن، اما اون اشکال هندسی بت‌هاشون رو نداشت، اما یه سنگهای مقدسی که قداست بت‌گونه داشتن. گاه هنگامی که می‌خواستند تقربی بجویند به بت‌ها و خدایان خودشون، بر پای این سنگ‌ها قربانی می‌کردند و خون این قربانی رو می‌کشیدند بر روی این سنگ، بر روی این بت، و این رو قداست ویژه‌ای برای اون قائل بودند. فرمود و ما ذبح النصب، از محرماتی که ممکن است ذبح کنند این حیوان را، اما در مسیری داره ذبح میشه، به شیوه ای ضبط می شود که به هیچ وجه من الوجوه با مقاصد انسانی و الهی هماهنگی ندارد. این هم حرام. آخرین مورد، و ان تستقسمو بالازلام، این هم از سنت های جاهلیت بود که خداوند مطرح می کند. حالا این حرمت رو ذات باری تعالی می گد، مشابه اون را ممکنه ما به نوعی انسان ها در طول تاریخ مرتکب بشن این اعمال رو. ان تستقسمو، تستقسمو از ماده قسم و قسمت می آید، یعنی نصیب و بهره. تستقسمو استقسام یعنی چیزی رو نصیب نصیب کردن، بخش بخش کردن. بل ازلام، ازلام جمع زلم، زلم به معنای چوبه هایی بود، دیرک هایی بود که این رو نامه هایی عناوینی روی اون می نوشتن و با این کاری می کردن که نوعی و شبیه حالت قمار بود، کمون که در بعض از آیات دیگر میبینیم که این رو به عنوان یک قمار خداوند مطرح میکنند. حالا اونی که در اینجا اومده و مربوطه به این باب است، به این شیوه بود که اینها میومدن یه شطوری رو عرض به خدمتون تقسیم میکردن، علل قاعده به 10 بخش تقسیم میکردن، یعنی 10 نفر میشدن با هم، میگفتن بیایید دانگتون رو بدید و این شطور رو مثلا عرض به خدمتون با هم بخریم، ببینیم کی بود پول این شطور رو بدهد و استفاده کنند. شیوه کارشون، حالا این هم علت داشت، این تقسیماتشون، عددها، خاطراتی در ذهن جاهلیت بود که این عددها رو به کار می بردن که عرض می کنم. می اومدن شطور رو 10 بخش می کردن و اونگاه 7 چوبه، یعنی 7 تا چوب به عنوان قرعه، 7 تا کاغذ، شما مثلا قرعه بندازید توی ظرفی بردارید، 7 تا قرعه قرار می دادن. بر روی هر این 7 تا نام بخشهایی از این شطور رو می نوشتن، مثلا ران شطور فرض کنید، مثلا این قسمت شطور، نام این رو می نوشتن. 3 قرعه هم قرار می دادن، 3 تا از این زلم ها و چوبه ها رو قرار می دادن بدون اسم، بدون نصیب، سفید، 3 تا قرعه این سفید، 7 تا نامدار، اینها رو می ریختند عرض به خدمتون، به همین شیوه بالاخره می چرخاندن و اونگاه بر می داشت، هر کسی از اینها بر می داشتن. اولین سفید که می آمد 1/3 پول این شطور رو باید اون می داد. دومین کسی یه قسمتش می شد سفید قرعه سفید دوم، 1/3 بعدی رو. سومی که قسمتش می شد 1/3 بعدی. 3/3 پول شطور داده می شد توسط اینها و هیچ سهمی هم از شطور نمی بردند، هیچ بخش. اون 7 نفر دیگه اون قسمت هایی که نوشته بود بر می داشتن، می خوردن و بریش اینها می خندیدن. این عرض به خدمتون شیوه بود که عمل می کردن. این یه نوع مقامره بود به تعبیر عرب، این یه نوع قماربازی بود که به این شیوه عمل می کردن. فرمود این نوع خوردن و این نوع گوشت، و ان تستقسمو بالازلام، این حرمت شرعی دارد، حرمت علیکم، این حرام است و مورد تأیید شریعت واقع نمی شود. خب حال بر می گردیم خدمت دوستان عزیز و این بحث رو من از دست دیگری و زاویه دیگری اول مطرح می کنم، اونگاه تطبیق بر آیه مبارک است. به طور کلی آیه شریفه از آیات الاحکام است. در مجموعه آیات شریفه قرآن 500 آیه داریم که اینها رو میگن آیات الاحکام، یعنی اینها آیاتی است که حکم تشریعی درش مطرح شده است. حلال الهی میآید،
حرام الهی می آید، واجبات خداوندی است، امور مورد رغبت شریعت است. حالا اینها ممکن است در مسیر عبادات باشه، ممکن در مسیر معاملات و زندگی اقتصادی و تجاری مردم باشه، این ابعاد مختلفی دارد، اما اینها آیات الاحکامند که البته بزرگان بررسی می کنند مجموعه این آیات، تکراری های اون رو که به کناری می زنند، چیزی حدود بیش از 200 آیه می ماند که اینها مجموعه آیات الاحکام رو تشکیل می دهد که اینها تنیده و درگیر با مباحث فقهی قرآن است، یعنی اینها فقه قرآن کریم است. این یکی از آیات حکمی قرآن و آیات الاحکام است. در این آیه شریف ذات باری تعالی به محرمات باب اکل اشاره می کند، به اون ممنوعیت ها در خوردن. خب به شکل طبیعی که نگاه کنید، آیا بشر می تواند همه چیز را بخورد؟ خیر، هیچ عاقلی چنین فتوایی را نمی دهد و چنین دستوری را نمی دهد. عملا معده ما همه چیز را نمی تواند هضم کند و همه چیز با دستگاه گوارش ما سازگاری ندارد. پس به شکل طبیعی و فطری انسان قابلیت خوردن همه چیز را ندارد. پس طبعا یه محدودیت ها و یه حرام ها به همون معنای لغوی که عرض کردم، یه ممنوعیت های عقلی، طبیعی، قهری برای ما انسان ها وجود دارد. اون محدوده ممنوع رو که به کناری بگذاریم، اون بخشی که انسان میتواند استفاده کند و تغذیه کند، خداوند سبحان در قرآن فرمود کلوا من طیبات ما، بخورید از اون طیباتی که خداوند سبحان برای شما آفریده است. نام اون قسمت هایی که ما میتونیم از نعمت های الهی استفاده کنیم طیبات است. در کنار اون خداوند سبحان مطرح میکند این پیامبر آمده است یحل و آمده است حلال کند برای شما طیبات را و یحرم و حرام کند بر شما خبائث را و یحرم علیهم الخبائث، آمده است بر ایشان تحریم کند و ممنوع کند خبائث را. پس به بیان دیگه عرض میکنم خوردنی ها یا طیباتند یا خبائثند. اون طیبات رو کلو، نوش جان کنید، استفاده کنید از نعمت های الهی همراه با شکر و شکروله استفاده کنید و این نعمت رو در جای خودش به کار ببندید و بهره برداری کنید و بهرمند و برخوردار باشید. پس منطق اسلام در این باب این است که پاره ای از معکولاتند که قابل استفاده اند برای انسان آدمی به عنوان طیبات میخورد و بخشی از خوردنی هاست، بخشی از چیز هاست در دنیا که اینها ممنوعیت اکل دارد، انسان نمیتواند. حالا علت اون ممنوعیت ها و محرومیت ها چیست؟ یه نکته رو اول توجه بفرمایید، بعد عرض میکنم قسمت هایی رو. و اون این است که همان گونه که استحضار دارید، به طور کلی خود تغذیه انسان بدون شک ارتباط تنگاتنگی با ساختارهای وجودی آدمیان دارد. همان گونه که تغذیه در ساختارهای فیزیکی انسان و فیزیولوژیک انسان مؤثر است، یقینا تغذیه در روح آدمی هم آثار جدی دارد و آثار مؤثر باقی می نهد. هیچ تردیدی در این نداریم که تغذیه در روح انسان هم آثاری دارد به مثابه و مساوی اون چه در تن اثر می نهد، در جان هم اثر باقی می گذارد. این منطق قرآن و منطق اسلام است. ملاحظه میکنید که هنگامی که نوع خوردنی ها رو در اسلام مطرح میکنن، همون هایی که حلال است، یه نگاهی این چنینی در اسلام وجود دارد نسبت به محدوده، مقدار، اندازه، نوع و تأثیرگذاری این در وجود انسان. همون گوشت پاکیزه حلال عالی مباح طیب طاهر هم که مطرح میشود، در شریعت اشاره می شود که مراقب باشید به این مقدار از گوشت استفاده کنید، این دیگه به گونه ای باشد که مصرف گوشت شما افزون نباشد، زیاد نباشد. در حدیث دارد که معده خودتون رو خانه مردگان قرار ندهید. این خصلت هایی در وجود شما ایجاد می کند، یعنی در روحیات شما تأثیر گذار است. این تصریح داره. بنابراین ملاحظه میکنید که این تأثیرگذاری و اثرگذاری تغذیه در روح انسان یه امر مسلم و قابل پذیرش و مقبول شرعی است و مورد تأکید.
حالا چه اون بعد حلال اون، چه بعد حرام اون، چه عوارض مادی اون، چه عوارض معنوی اون که در تمام اینها مطرح میشه. این که وقتی عرض میکردم به دوستان در سوره مبارکه اسراء، هنگام که اون بزرگان و جوانمردان خفته در غار برمیخیزند و اینها احساس میکنن گرسنگی بر جانشون غالب شده است، چه مقدار خسبیده این یک روز، نصف روز، و پس فکر غذایی و طعامی بکنید. هنگامی که بزرگ اینها راهنمایی میکند که برید شهر طعامی بگیرید، اولین جمله‌ای که میگد فلینظر، نگاه کن، ایها از کات آمن، ببین چه کسی غذای پاکیزه میدهد، از اون بخر، یه غذای پاکیزه و از کا و زکی برای ما بیاور. یعنی این منطق الهیون است. اینها میدانند که غذای پاکیزه اثر پاکیزه در وجود انسان دارد. اینی که گاه به بیان دینی روایی اون جمله امام صادق زنگ میزنه در گوش انسان که الحرام تبین فی اولادکم، حرام، تغذیه حرام اثر اون در فرزندان شما بدون هیچ شکی ظاهر میشود. یعنی این اثر تسری هم میکند، متعدی هم هست، به دیگران هم سرایت میکند. این واقعا مهم است. و یه نکته زیبایی رو مثنوی مطرح میکنه که خیلی به نظر من جالب آمد و واقعا زیباست، ولو اینکه به نوع عبارات و اشارات مثنوی است، یعنی با همون ذوق خاص میپردازد مطلب رو، اما خیلی فوق‌العاده لطیف است که اشاره میکنم تنوعی باشد در بحث. داستان مربوط به اون ماجرای بسیار زیبا و شیوایی است که در پایان دفتر اول از وجود مقدس امیرالمؤمنین مولا الموحدین نقل میکند که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه، از دغل در غذا بر پهلوانی دست یافت و اون ماجرای زیبا. به قسمت پایانی این حکایت میرسد، یعنی اون جایی که او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی یا هر ولی، هنگامی که امیر این مبارز رو بر زمین زدن، اون آب دهانش رو به صورت مبارک امام پرتاب کرد. امیر تا که این صحنه رو دیدند از جا برخاستند، بر زمین افتاده از زیر دست و پای امام دست و پا می زند، زخم خورده، امام چرخیدند، عملی انجام ندادند، مجدد بازگشتند، به تعبیر ما کار رو تمام کنند. مثلا فرض بفرمایید هنگامی که این حالت رو دید سوال کرد که چرا این کار رو کردی؟ چرا همونجا سر ما را از تن مثلا جدا نکردی و تیر خلاص را نزدی به بیانی؟ بعد امام پاسخ دادن، گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد پهلوان چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. وقتی که آب دهان را به صورت من انداختی، یک غضب آنی در وجود من آمد. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. احساس کردم الان اگر ضربه رو تو بر تو فرو دارم، یه بخش اون برای خداست، یه بخش اون برای اجابت خواسته غضب من و نفس من است، و من کسی نیستم که کار را جز برای خدا انجام دهم. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. تو نگاریده‌ای کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. این بدن و شکل و تیپ تو، این ساختار الهی است ای کافر که من الان میخوام تو رو بکشم. این بدن تو، این هیکل تو و تندیس تو رو خدا طراحی کرده است. من وقتی میتوانم این تندیس رو بشکنم که به اذن الله باشد، خاطرتون باشه اینو من میخوام استفاده کنم، وقتی میتوانم این ضربه رو تو بر تو فرود آورم و تو رو بشکنم که به اذن الله، یعنی اون خدایی که تو رو ساخته است به من بگوید بر زمین بزن، من اون موقع میتونم این کار رو بکنم. تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن. وقتی میخوای شیشه دوست رو بشکنی، باید با اجازه خود دوست بشکنی، سنگ رو بزنی، والا نشکن، این کار رو نکن. خیلی معنای لطیفی رو مطرح میکنن. برزاجه ها و جیدوست سنگ دوست. گبر این بشنید و نوری شد پدید. این گبر، این کافر، تا که این جمله رو شنید نوری شد پدید. در دل او تا که زناری برید. یک مرتبه دل کند از تمام کفرها و لجاجتها،
و اناعت ها گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم، من تو را چیز دیگری می دم، برای من تو را جور دیگر معرفی کرده بودند. پسر ابی طالب، من گمان دیگه به تو داشتم، تو ترازوی عهد خوب بوده ای، اما الان می بینم نه، تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، تو که تمام معیارها و عدالتها در وجود تو دیده می شود، تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، من دمار قوم و قبیله هم بودم، اما احساس می کنم تبار اصلی من تویی الان، من از قبیله تو هم احساس می کنم، تو اصل من باید باشی، من باید به تو افتخار کنم، تو تبار و اصل و خویم بوده ای، تو فراف، تو فروغ شمع کیشم بوده ای، من غلام آن چراغ چشم جو، بیا حلقه بزن به گوشم دیگه، هر کار میخوای با من بکن، من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت از او، من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر براود در ظهور، من کوچک تو هستم علی، این تیغ تو و گردن من، اگر میخواهی بزنی بزن، عرضه کن بر من، اما اول من رو مشرف کن به ایمان خودت، بعد هر کار میخواهی با من بکن، عرضه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرفراز زمن، من تو را برترین انسان ها دیدم، حال به من شهادت رو تعلیم کن به اسلام با اون چه میخواهی بکن. به تعبیر ما شهادت رو گفت و مسلمان شد. قرب 50 کس ز خویش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو، همراه با این کس 50 نفر از قوم و قبیلش هم مسلمان شدند. حالا امام تیغی که بر او زد تیغ شمشیر و ذوالفقار نبود، امیرالمومنین چه تیغی به او زد که مسلمانش کرد؟ تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، خیلی زیباست، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. امام با تیغ حلم مسلمانش کردین، با تیغ آهن بر زمین کوبیدش، اما با تیغ حلم مؤمنش کرد، مسلمانش کرد. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. حالا از اینجا بهانه پیدا میکند مولوی. ببینید ماجرا این بود، اما دیگه میخواد دفتر اول مثنوی تمام بشه، 7-8 تا بیت است و تمام میشه دفتر اول. بعد از اینجا وارد این بحث مورد نظر ما میشه و تأثیر خوردن. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، شما یه لقمه دو لقمه میخورید، ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. ابیات رو گفته است، اما احساس میکنه دیگه الان چیزی برای گفتن ندارد مثنوی. مولوی نمیکشه دیگه، نمیاد شعر. به اینجا که میرسد میگه دیگه من الان توان گفتن شعر ندارم. چرا؟ میگه فکر میکنم نانهایی خوردم که این نانها در وجود من اثر منفی گذارده است. توجه میکنید؟ این مرد عارف شاعر میگه الان که دفتر اول به پایان میرسه، چرا دفتر اول به پایان میرسه دیگه ادامه نمیدم؟ چون نمیکشم، چون توان گفتن ندارم. چرا توان گفتن ندارم؟ مثل این که متاسفانه لقمه های اخیرن خوردم که این لقمه ها با گفتن هماهنگی ندارد. ای دریغا، میگه حیف شد که سخن به اینجا ناتمام موند، ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، خیلی هم نخوردیم، اما ای دریغا لقمه ای دو خورد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. گندمی، میگه این که نمونه داره بازم، گندمی خورشید آدم را کسوف، چون زنب شعشاء بدری را خسوف. میگه حکایت من حکایت پدرم آدمه، آدم، حالا گندم آیا اون شجره منهیه و درختی که آدم خورد گندم بوده است؟ مسلم گندم نبوده است، چون گندم درخت نداره، شجره بود که آدم نهی شد، گندم که درخت نداره. این بر اساس قرائت مسیحیان و انجیل است، به همون احترام میگذارد، چون میدونید این تصریح تو ادبیات فارسی کرده این گندم و گفتن بالاخره پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، این که گفته شده است، بالاخره حافظ هم میگد گندمی خورشید عالم را آدم را کسوف، آدم از اون گندم خورد، بعد خورشید آدم رفت زیر ابر. ای دریغا گندمی خورشید آدم را کسوف، چون زنب شعشاء بدری را خسوف. مثل این که آمد دنباله روی ماه را گرفت و اون نور ماه
زیر ابر پنهان شد. اینت لطف دل که از یک مشت گل ماه او چون می شود پروین گسل. نان چون معنی بود خوردش سود بود، فوق العاده رسا و زیباست. نان چون معنی بود خوردش سود بود، چون که صورت گشت انگیزت جهود. لقمه ای که انسان با معنا می خورد، یعنی می دونه این چیه، پاکیزه است، حلال است، تمام اون سود در وجود انسان می شود. اما اون لقمه ای که انسان اصلا کاری نداره این چیه، میگه آقا بیار باده که بنیاد اون برباد است، اصلا فرقی نمی کنه این چیه، فقط به اون چه نگاه می کند، به رنگین بودن این سفره است. حالا از کجا آمده است به ما ربطی ندارد، مال کیست چه فرقی می کند. عرض به خدمتون، آیا شبهه ای دارد چه ایرادی دارد؟ وقتی این شد، یعنی فقط صورت غذا رو نگاه کردی نه معنای غذا را، چون که صورت گشت انگیزت جهود، بعد کفر میاره، بعد انکار میارد، بعد تیرگی میارد، بعد ماه را زیر ابر پنهان میکند، خورشید را به کسوف میبرد، همچو خار سبز کشتر میخورد، زان خورش صد نفع و لذت میبرد. این شتر میرود به بیابان، اما فصل بهار از خارها سبز است، این خار سبز رو میخورد، خیلی هم لطیف و زیبا میخوره، چون الان چیه، خار سبز دیگه، هنوز خشک نشده. همچو خار سبز کشتر میخورد، زان خورش صد نفع و لذت میبرد، چون که آن سبزیش رفت و خشک گشت، چون همان را میخورد اشتر زدشت، میدراند کام و لنجش، ای دریق کانچنان ورد مربا گشت تیب. این خار شتری رو که الان داره تو فصل پاییز میخوره، همان خاریست که در بهار بود، اما الان چی شده؟ خشکیده است. تا که میخورد این کنار لب و اینها رو خونی میکند و میخورد، خونی میکند و میخورد. این خوردن خوردن است، اما اون خوردن لطیف زیبا چه اثری گذارد، و این خوردن درشت ستبر چه اثری میگذارد. نان چون معنی بود بودان خار سبز. وقتی نان معنی دار بخورید که بدونید چیه، از کجاست، علیت اون، طهارت اون، اون خار سبز است، لطیفه، زیباست، عالی به جان می نشیند، اثر مثبت می دهد. اما چون که صورت شد کنون خشک است و گبز. اما وقتی این صورت شد می شد همان خار شتری سبز، خار شتری زرد، و گبز در لغت به معنای ستبر و خار تندی که دهان انسان را اگر چشم داشته باشی می‌درد و خونی می‌کند. و داری چه می‌خوری؟ خبیثی می‌خوری، خباثت می‌خوری. تو بدان عادت که او را پیش از این خورده بودی، ای وجود نازنین، تو چون قبلا نان خوردی خیال می‌کنی هر نانی نان است، اما اگر واقعا بنگری این نان قابل خوردن نیست، این نان ربوی قابل خوردن نیست، این نان از قش قابل خوردن نیست، این نان از ظلم قابل خوردن نیست، این نان از قمار قابل خوردن نیست، این نان نیست، تو اشتباه میکنی، این صورتش صورت نان است، این صورتش صورت غذاست و تغذیه است. تو بدان عادت که او را بیش از این خورده بودی، ای وجود نازنین، بر همان بو میخوری این خشک را، بعد از آن کامیخت معنی با سرا، گشت خاک آمیز و خشک و گوشت بر، زان گیاه اکنون به پرهیزه شتر. اجتناب کن و بدان چه میخوری و نگاهت رو درست کن. بعد هم درد دلش رو با خدا میگوید، و حیفم یاد این دو بیت آخر رو نخونم، سخت خاکالود میآید سخن، سخت خاکالود میآید سخن، هرچی دارم جون میکنم شعر بگم نمیتونم بگم. گاه دیدید انسان میخواد، عزیزان اهل نوشتنند، اهل فضلند، یه مطلبی، مقاله‌ای رو میخواد بنویسید، هرچی فشار رو مغزتون میارید نمیاد. مثل این که چی شده است، آب رو از چشمه بند کردن، خبری نیست، آبی نمی آید در وجود فکر و اندیشه ما. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. آب گلالود شد، دیگه فایده نداره اون چه بخوام بگم بعد از این، چون متاسفانه ناپاک خوردم، آب جوی من هم الان ناپاک است. نمیتونم اشعار زیبای نقص برای شما بگم بیش از این، تا خدایش باز صاف و خوش کند. اگر درست بخوانیم، تا خدایش باز صاف و خش کند، او که تیره کرد هم
صافش کند، تا باز خداوند صاف کند و صافی کند. اما چه باید بکنم؟ چاره نیست. سب آرد آرزو را نشتاب، سب کن و الله اعلم به سباب. سب آرد آرزو را نشتاب، سب کن و الله اعلم به سباب. بسیار لطیف است این قسمت. و واقعا عزیزان این چنین است که این تغذیه حقا آثار عجیبی در وجود انسان دارد. این که ارباب سلوک، کسانی که در وادی معرفتند، کسانی که میخواهند بهتر مقولات تهذیب نفس رو طی کنند، این معلمین اولیه این فن، اولین تعلیمی که به شاگردانشون میدن همین است: دقت در مأکولات، دقت در خوردنی ها، مأکولات و مشروبات. چه میخورید؟ به چه حد میخورید؟ از کجا میخورید؟ به چه اندازه میخورید؟ کی میخورید؟ بسیار مؤثر و قوی است. خب طبعا در این جهت گوشت ها هم از همین مقوله است. علی‌حاذا در شرع مقدس اسلام نسبت به استفاده از گوشت، این ماده غذایی قوی یا عالی منبع پروتئین برای انسان ها، این هم آدابی درش در نظر گرفته شده است. یه محدودیت هایی دارد، یه ممنوعیت هایی دارد و یه آزادی هایی در این دیده می شود. خب اون سیاست افراد و تفرید در اسلام نیست. یعنی استهزار دارید که طبقاتی هستند از دیرباز بودن در جامعه بشری که اینها خوردن گوشت رو بر خودشون به شکل مطلق ممنوع و حرام کردن. همین الان هم در دنیا داریم کسانی که لب به گوشت نمیزنند، اصلا ممنوع، نمیخورن، به هیچ وجه استفاده نمیکنن. خیلی از طبقاتن در هند، این طرف اون طرف، در همه جای دنیا هستن که اینها به طور کلی گوشت خوار نیستن. یعنی مثلا اینکه خوردن گوشت رو بر خودشون 100% ممنوع کردن. این رو داریم جماعت بسیار، یعنی اینطور. حالا هستن گروه های اون حکایتی که نقل میکند که قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد. اون ماجرایی که نقل میکند ابوالعلا معری، اون فیلسوف بزرگ، هیچ وقت گوش نخورد تو عمرش. اون خیلی مرد بزرگی بود است. بعد وقت آخر عمر بود و دیگه حال زار و نزار و شوربایی آوردن که از گوش تهیه شده بود. بعد این گوش رو که آوردن مقابلش گذاشتن، دیگه طبیبم گفته است باید بخوری چنین و اونچنان. وقتی میخواست بخوره یه نگاه کرد به این ظرف و این مرغ رو، مثلا این گوش رو داخل این ظرف دید و بعد یه نگاهی کرد و گفت مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. و منطق خودش رو در نخوردن گوشت مطرح کرد که چرا ما گوش نمیخوریم مثلا. حالا این است. گروهی این چنینی لب به این موهبت خداوندی نمیزنند و لحم و طیر مما یشتهون نمیخورند، نه سفید اون میخورند، نه قرمز اون میخورند، هیچ. این منطق از نظر ما مردود است. این رو خداوند احلت لکم بهیمت الانعام، خداوند آزاد کرده است گوشت ویژه‌ای رو برای انسان‌ها و خواص و خصوصیاتون رو هم. خب میدانید حاجت به گفتن نیست، اهل فن گفتن و نوشتن. از اون طرف باز اون این افراط یه تفریطی دارد، این تفریط یه افراطی دارد. خب الان میبینید، ملاحظه میکنید گروه هایی هستن که در دنیا گوشت باشد هرچه باشد، دیگه برای اینا هیچ محدودیتی وجود ندارد. این وحشیست، اهلیست، نمیدانم مار است، مور است، خرچنگ است، نمیدانم هرچی باشد، درنده باشد، چرنده باشد، پرنده باشد، به هیچ محدودیتی قائل نیستند. و در خیلی از جاهای دنیا میبینید به همین شیوه استفاده میکنن. حتی ممکنه موجوداتی رو میخورن که اصلا نگاه اون استقذار و اصلا یه چندش و اشمئزازی برای انسان ها به شکل فطری ایجاد میکنند. آن میخورند، اینها استفاده میکنن و این چیزها رو میخورن. اون منطقی که اسلام در این باب دارد این نیست. در شرع مقدس اسلام احلت، الان آیه رو خواندم، احلت لکم بهیمت الانعام، خداوند گوشت به تعبیر ما حیوانات اهلی را حلال میداند و مجاز میداند برای مسلمانان. گوشت حیوانات اهلی را، یعنی اون حیواناتی که گوشت خوار نیستند، یعنی اون حیواناتی که مردار خوار نیستند، خود اینها درنده خو نیستند. این همان بحثی است که الان عرض کردیم. علت حکم روشن است، چون اون خو و خصلت درندگی
از این حیوانات منتقل می شود در تأثیر از استفاده از این گوشت در وجود انسان. خداوند سبحان حرام می کند، ممنوع می کند و بنا نیست اصلا اینها بیان تو زندگی انسان و محدوده تغذیه و سبد غذایی آدمی، اینها رو ممنوع می کند. حیواناتی که نجاست خارن در اسلام گوشتشون حرام است. اصلا یه حیوانی دارید که این حلال است، پاکیزه است، مثل گوسفندی است، گاوی است، این قابل استفاده است. اما بعد به اصطلاح فقها میگن این جلل میخورد، میگن جلال به این حیوان، یعنی این متاسفانه عادت زشتی پیدا میکند، آلودگی میخورد، میگن گوشت این هم حرام است. همین گاو رو دیگه نمیتونید بخورید، همین گوسپند رو اگرم بکشید شرعن نمیتونید استفاده کنید، چون این جلل میخورد نجاست و اون نجاست به وجود شما تسری میکند. یه بعد قضیه این است، یعنی خداوند سبحان حرام میکند پاره از گوشت ها رو در اسلام بر مسلمانان به لحاظ اون خصلت هایی که در این صاحب لحم و این گوشت وجود دارد، مانند این درندگی، مانند نجاست خاری و مانند پاره از مسائلی که در خوک هم وجود داره، یعنی پاره از مسائلی که اینها قسمتی از اون ممکن است حتی به مسائل جنسی حیوانات باشد که در خوک نمونه اون بارز است که دیگه نمیخوام تصریح کنم خدمت عزیزان. این یه بخش است. خب یه بخش اون هم بحث عدم اطمینان از سلامت این گوشت است، یعنی یه بعد مادی دارد حرمت شرعی، یه بعد معنوی داره، هر دو در کنار هم لحاظ میشه در حرمت هایی که در است. گاه بحث نمیدونم ترشین و اینا هاست، گاهی نه، بحث اون اثرگذاری منفی است که در شریعت مطرح میشود از استفاده از گوشت ها. حالا در این آیه شریف خداوند سبحان یه عناوین رو مطرح کرد که جمع بین همه این موارد است، به هر کدام یه اشارتی می شود. فرمود حرمت علیکم المیته و الدم، حرام شد بر شما میته، میته گوشت مردار که مرکز همه عفونت ها می تواند باشد، می تواند کانونی باشد برای تمام آلودگی ها. حرمت علیکم المیته، مردار مشخص وضعیتون، و دم. حالا چون دم در میان این بحث گوشت ها مطرح میشه، این مقدار شاید بحث ما خیلی نباید وارد مقوله فقه بشیم، اما همین مقداری که آیه حکم عرض میکنم خدمت دوستان، میدانید مسئله فقهی اینه، هنگامی که شما حیوانی رو ذبح میکنید و میکشید، اون مقدار از خون که باقی میماند در بدن حیوان میگن الدم المتخلف، این مانند لحم است، مانند گوشت است، همون حکم گوشتش رو دارد، این جذب گوشت میشه به بیان ما و این مشکلی ندارد. اون مقدار خونی که بیرون میاد به تعبیر آیه دیگه دمن مسفوحا، یعنی اون خونی که میریزد این مراده، و دم این خون حرام. و لحم الخنزیر، گوشت خوک رو هم خداوند سه بار در قرآن تأکید کرده است، در سه جای قرآن، سوره انعام داریم، سوره مائده داریم، سوره بقره داریم، آیه 176 و 7، خداوند این رو مطرح می کند. سه بار در قرآن این حیوان آمده است و اشاره کردم این حیوان از اون قسمی است که وقتی لحم خنزیر رو میگه نه فقط گوشتش، نه بقیه مواردش هم، اگر چربی خوک هم دارد اونم همینطور است، فرقی نمی کنه، پوست خوک هم همینطور است، تمام. اما چون استفاده بیشترش گوشته، لذا خداوند لحم رو مطرح می کند، چون خیلی اقتصادیش میدونید یکی از علتهایی که تمایل به این حیوان وجود دارد، چون اقتصادی ترین حیوان برای پرورش است، بسیار بیار است و یکی از علتهای حرمت شرعیش هم همین است، حیوانی است که خیلی چیزها رو میخورد و خیلی کارها رو انجام میدهد و مسیرش مسیر دیگری است، مثلا این مسیر انسانی نیست و در این مسیر انسان ها نیست و اون خصلت ها و خوی ها منتقل می شود. گذشته از اون مباحث طبی هم که خب طبیبان در جای خودش، عالمان علم تغذیه در مورد گوشت خوک مطرح می کنند. فرمود و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. حالا ببینید و ما اهل لغیر الله رو توضیح دادم، ما می گوییم، یعنی قرآن می گوید کلو مسلمانان بخورید اون گوشتی را، کلو مما ذکر اسم الله علیه، آن گوشتی را بخورید که یاد خدا بر او می شود. در آیه بعدی نفیش هم تأکید می کند، ولا تأکلو، نکنه بخورید از آن گوشتی که لم یذکر اسم الله علیه، که نام خدا برده نشده است. حالا دقت کنید،
برای حلیت یه حیوان، یعنی برای که ما بتونیم از یه حیوان استفاده کنیم به عنوان یه مسلمان گوشت این رو بهره برداری کنیم، میگن این ذبح باید ذبح دینی باشد، یعنی ذبح اسلامی باشد، یعنی ذبح کشتار مورد تایید شریعت باشد. کدام کشتار مورد تایید است؟ اولین نکته اینه که قبل از هر چیز باید خود اون حیوان قابلیت این رو داشته باشد. یه کسی سگی رو بذاره سرش ببرد با تمام آداب شرعی بگد من این کشتم، من درست کشتمش که نه، اولا باید خود اون محل چی باشه؟ قابل باشه، یعنی قابلیت این رو داشته باشد. نمیتوان هر گوشتی رو، همون گوشت های مجاز رو، همون هایی که میتونیم بهره برداری کنیم، همون گوشت های اهلی رو، پنج شرط وجود داره برای اینکه این گوشت به اصطلاح ما ذبح شرعی باشد و حلال و مباح باشد برای مسلمان. نکته اول این است که ذبح شده باشد، یعنی این سر بریده بشه و اون چهار رگ اصلی قطع بشه. این رو میگن فری الاوداج، اون چهار رگ اصلی بریده باشد. نکته دوم این است که اون آلتی که میبرند باید آلت برنده و تیز و به تعبیر ما فلزی باشه. با چوبی، با کاچوی، با یه چیزی این حیوان رو زجر بدند، این مقبولیت شرعی ندارد. باید برنده و تیز و آهنین باشد. نکته سوم این که باید جهت این حیوان در هنگام کشتار به سوی قبله باشد. یعنی باید به نوع این کشتن رو متوجه به خدا بکنید که الان عرض میکنم در قسمت بعدی. چهارم این که کسی که این کار رو میکند باید قابلیت این کار رو داشته باشد، یه مسلمانی باشد که بفهمد این معنا رو و درک این معنا بکند. پنجم، هنگامی که میخواد ذبح کند و بکشد باید نام خداوند را بر زبان جاری کند. حالا نام خدا رو جاری کردن حتما نیاز نیست یه سوره مثلا قل هو الله بخواند، بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، حتی گفتن الله اکبر، یه نام خدا بر زبان ذابح جاری شود، این کفایت میکند. همین مقدار. پس شو چند شرط؟ پنج شرط در اینجا مشاهده کردید که وجود داره، که وقتی این شروط جمع میشه این میشه ذبیحه اسلامی، این میشه گوشت قابل استفاده و قابل بهره برداری. حالا ببینید اون جهت قبله و اون که باید نام خدا برده شود، این خیلی نکته مهمی است. در نگاه دینی ما این حیوانات جان از خدا گرفتند، اینها هم جان حیوانی دارند، ما حق گرفتن جان اینها رو نداریم. این شعر خاطرتون هست عرض کردم، گفت این تندیس تو رو خدا ساخته است و من حق ندارم سنگ به شیشه الهی بزنم مگر اینکه خدا اون سنگ رو بدهد. خداوند این حیوان رو جان داده است، ما حق گرفتن جان حیوان نداریم مگر به اذن الله، مگر خدا بگوید کلو بخورید از این حیوانات. و اونگاه با این شیوه و با این ادب، هنگامی که شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، هنگامی که ذکر خداوند و یاد خدا میکنید، اون نام خدا که در هنگام کشتن گفته میشود، اذن و اجازه گرفتن برای تصرف در جان این حیوان است از سوی خداوند و شریعت. یعنی شما دارید هماهنگ میکنید با مالک وجود، با مالک هستی، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی به هو حی لا یموت، به خداوند سبحان توجه میکنید، اجازه میگیرید که این حیوان رو ذبح کنید و قربانی کنید طبق آداب و دستوری که خدا گفته است. اگر از این مجرا خارج شدیم دیگه ما داریم تعدی میکنیم، تجاوز میکنیم، ما داریم ظلم میکنیم و این مورد قبول نیست. و ما اهل لغیر الله به والمنخنقت والموقوزه والمتردیه والنتیه. این موارد دیگر هم ملاحظه فرمودید گفتم، حیوانی که خفه میشه، حیوانی که چوب میخورد، حیوانی که میافتد، حیوانی که با شاخ از بین میرود، هنگامی که حیوانات دیگر میان یه حیوان رو میدرند و بقیه اون رو بخوایم بخوریم، دیگه اینا همه چی میشن؟ همه میشن میته، میت. و در این حال یه نکته دیگر هم خداوند مطرح میکند که اسم این حیوانات رو میبرد، به نوعی نهی از حیوان آزاری. یعنی اینها بوده است ها، یعنی اینها متداول بوده است، گاه با همین ستم ها و ظلم ها حیوانات رو از میان می بردند، می کشتند و گاه لذت می بردند. همین الان هم هست، همین الان هم این کار رو می کنند، همین الان هم به جان هم می دازند حیوان ها را و بعد اونگاه جنازه اینها بر زمین می افتد، لذت می برند و استفاده می کنند خیلی جای دنیا. یعنی به بیان خداوند یک قانون حمایت از حیوانات رو هم در این جهت مطرح میکنه باز، که اگر بناست از گوشت اینها استفاده کنید، شیوه کشتار اینها هم خصمانه نباید باشه.
همونجا با اعمال شاقه و شکنجه هم نباشد، بلکه چنین حقوقی رو ندارید. پیامبر فرمودند خداوند دوست می‌دارد اگر حیوانی را می‌کشید، فاحسنوا قتله، نیک انجام بدید این کار را، درست انجام بدید. و ما ذبح علی النصب، اون گوشتی که در کنار اون بت‌ها می‌کشتند و خون اون به اون گوشت می‌مالیدند، این مشخص است، ولی ممکنه گوشت خوبی باشد، گوسپندی باشد، گاوی باشد، گوساله‌ای باشد، اما این چرا حرام است؟ به دلیل اون شرکی که مخلوط شد با این عمل، یعنی این پلشتی معنوی داره نه از جهت مادی و ظاهری. و ان تستقسموا بالازلام، این هم از این باب است، چون خوردنی است که از مسیر قمار است، خوردن با قمار از طریق قمار مسلم این اون زشتی ها، ولی اون که انسان چیز گوشت حلالی رو بخورد اون فرق نمی کند، اون پلیدی این مال در وجود آدمی اثر میگذارد. ذالکم فسق، تمام اون چه برای شما گفتیم اینها همه نمونه هایی است، این اشاره میشد به گذشته، تمام اینها فسق است، یعنی تمام اینها خروج از ادب، اخلاق و قانون الهی است مسلمانان. ذالکم فسق. حالا تا اینجای آیه شریفه تمام شد، از این قسمت آیه شریفه که باید در نوبت آینده با دوستان در میان بگذاریم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یه فراز شکوهمند، یه بحث بسیار عجیب و واقعا زیبا در این آیه شریفه مطرح میشه، که یه بحث مستقلی است، شبهاتی دارد، ایراداتی دارد، چه ربطی بین میته است و بین این آیه و این مباحث، که انشاءالله در نوبت آینده با حال و هوای دیگری خدمت دوستان عزیز ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. صلوات ند بفرماید صلی الله علی محمد و آل محمد.